یه سال پیش زندگی من مثل ویرانه‌ای در اطرافم بود. خودم و زیر کوهی از کار دفن کرده بودم. پدرم ناگهان فوت کرد و روابط اجتماعیم دچار طوفان شده بود. در اون زمان هرگز نمیتونستم تصور کنم که از دل بزرگترین اندوهم عظیمترین نعمت به من عطا خواهد شد. گوشه چشمی از یک راز عظیم به من نمایانده شده بود. شروع به تعقیب ردپای این راز در صفحات تاریخ کردم. مورد طمع واقع شده بود. آن راز ممنوع شده بود. باورم نمیشد که تمام این افراد از اون اطلاع داشتن. اونا بزرگترین چهره های تاریخ بشری بودن. افلاطون، شکسپیر، نیوتن، هوگو، بتهوون، لینکلن، امرسون، ادیسون، اینشتین. چرا هیچ کس از این راز چیزی نمیدونه؟ تنها کاری که من میخواستم بکنم در میون گذاشتن این راز با مردم جهان بود. پس به دنبال کسانی گشتم که زنده بودن و این رازو میدونستند و یکی پس از دیگری پدیدار شدند. در واقع این راز هر چیزی رو که آرزو دارید بهتون میده. شادی، سلامت و ثروت. شما میتونید هر چی که میخواین باشین یا انجام بدین یا داشته باشین. میتونیم هر چیزی رو که انتخاب میکنیم داشته باشیم. مهم نیست که اون چقدر بزرگ باشه. تو چه جور خونه ای دوست دارید زندگی کنید؟ دوست دارید میلیونر باشید؟ چه شغلی دوست دارید داشته باشید؟ به دنبال موفقیت بیشتری. چه چیزی رو واقعا میخواهید؟ من شاهد رخ دادن معجزات زیادی در زندگی مردم بودم. معجزات اقتصادی، معجزات درمان جسمانی، بهبود روانی و بهبود روابط اجتماعی. دلیل رخ دادن تمام اینها دانستن روش بکارگیری این رازه. این راز بزرگ زندگی است. این راز جواب تمام چیزهایی است که تاکنون بوده، تمام چیزهایی که هست و تمام آن چیزی که روزی خواهد بود. رالف والدو امرسون، شاعر آمریکایی، 1803-1882. احتمالاً توی این مدت از خودتون پرسیدید که این راز چیه؟ من بهتون خواهم گفت که چگونه خودم این موضوع را درک کردم. ما همه با یک نیروی بیپایان کار میکنیم. همه ما با قوانین کاملاً یکسانی زندگی خود را رهبری میکنیم. قوانین طبیعی کائنات به اندازه‌ای دقیق هستند که ما حتی کوچکترین مشکلی در ساخت سفینه‌های فضایی نداریم. ما میتونیم انسان‌ها را به ماه بفرستیم و میتونیم زمان فرود را با دقت کسری از ثانیه معین کنیم. مهم نیست که شما در هندوستان باشید یا در استرالیا، نیوزلند، استکهلم، لندن، تورنتو، مونترال و یا نیویورک. همه ما با یک نیرو کار می‌کنیم. یک قانون. اون جاذبه است. اون راز قانون جاذبه است. تمام چیزهایی که وارد زندگی شما میشه خودتون جذب میکنید و اینها به وسیله واقعیت ذاتی تصاویری که شما در ذهنتون دارید به سمت شما جذب میشن.
این چیزیه که بهش فکر میکنید. در واقع تمام اون چیزی که در ذهن شما میگذره رو شما به سوی خودتون جذب میکنید. اینو میتونید در بین بابلینان باستان مشاهده کنید. فکر میکنید که چرا 1% ممتاز از جامعه حدود 96% پولی رو که به دست میاد در اختیار داره؟ فکر میکنید این یک اتفاقه؟ نه، این اتفاقی نیست. این به این صورت طراحی شده. اونها چیزی رو درک میکنن. اونها این راز رو میفهمن و حالا شما با این راز آشنا خواهید شد. ساده ترین تصوری که من میتونم از قانون جاذبه داشته باشم اینه که خودمو در قالب یک آهنربا ببینم و میدونم چیزای دیگر رو با نیروی مغناطیس جذب میکنم. اگه ساده تر بگیم، قانون جاذبه میگه دو چیز مشابه همدیگر رو جذب میکنن، ولی در واقع ما در سطح افکار حرف میزنیم. نقش ما به عنوان یک انسان پایبندی به افکارمون در مورد چیزایی که میخوایم و باید کاملا در ذهنمون روشن کنیم که چه چیزی میخوایم، و از اینجاست که ما شروع به احضار یکی از بزرگترین قوانین کائنات خواهیم کرد و اون قانون جاذبه است. شما چیزی که بیشتر بهش فکر میکنید جذب میکنید. اگر شما چیزی رو در اینجا ببینید، به زودی اونو در مشت خواهید داشت. و این اصلو میشه به طور خلاصه تو سه عبارت ساده گفت: افکار تبدیل میشن به اجسام. چیزی که بیشتر مردم اطلاع ندارن اینه که یه فکر فرکانس خاصی داره. هر فکری یه فرکانس داره. ما میتونیم یه فکر رو اندازه بگیریم. به همین خاطر اگه شما فکر رو بارها و بارها تو ذهنتون بیارید، مثل خریدن یه ماشین مدل جدید، به دست آوردن پولی که نیاز دارین، تأسیس یه شرکت، پیدا کردن نیمه گم شدتون، اون وقت اون فرکانس رو دارید به طور پیوسته منتشر میکنید. افکار در حال فرستادن سیگنالای مغناطیسی هستن که همسالشون رو به سوی شما جذب میکنن. خودتون رو ببینید که در وفور نعمت زندگی میکنید. اون وقته که جذبش میکنید. همیشه همینطوره. هر دفعه جواب میده برای هر کس. ولی مشکل اینجاست. بیشتر مردم به این فکر میکنن که چه چیزایی رو نمیخوان و تعجب میکنن که چرا براشون رخ میده. اونم بارها و بارها و بارها. قانون جاذبه هیچ اهمیتی نمیده که شما چه چیزی رو خوب و چه چیزی رو بد به شما میارید، یا اینکه شما اون چیزو میخواین یا اینکه نمیخواین. اون به افکار شما جواب میده. پس اگه شما یه جاده هستید و به کوی از بدهکاری ها نگاه میکنید و احساس بسیار بدی دارید، این همون سیگنالیه که دارید به کائنات عرضه میکنید: من احساس خیلی بدی دارم به خاطر این همه قرض و قوره. شما دارید اینو به خودتون اثبات میکنید، اینو در تمام سطوح وجودتون حس میکنید، و این چیزیه که بیشتر به دست خواهید آورد. پس